My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. C'est un rat, baisse la musique tout le temps du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux! Imagine, éduquer des enfants à être libres. Alors, le film s'appelle Les Hirondelles. اسم فیلم چلچله‌های کابله و اقتباسی از رمانی به همین اسم نوشته یاسمینا خضرا. فیلم ماجرای دو زوج رو تعریف میکنه. یکی عتیق و مسرت که زن و شوهری نسبتاً پیر هستن. مسرت مریض و در حال مرگه. عتیق هم نگهبان زندان زنانه. زوج دیگه محسن و زنیرا هستن که نسبتاً جوونن. پر از امیدن و میخوان به هر ترتیب اوضاع خودشونو بهتر کنن. اتفاق ناگواری در زندگی یکی از اونا موجب میشه که این آدما همدیگر رو در طی داستان ملاقات کنن. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. زنیرا در این داستان شخصیت زنیه که آزادی و امید رو تداعی میکنه. کسیه که نیروی مقاومت و میل به زندگی درش بیشتر از بقیه شخصیت‌های فیلمه. با دیدن زنیرا چیزی در عمق وجود عتیق بیدار میشه. به دلیل تمام ویژگی‌هایی که این زن داره و به خاطر حسی که از عمق وجودش برمیخیزه. همه هستی این زن عتیق رو دگرگون میکنه. On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Elle a enlevé son chadri. این که زنیرا در سلول چادر از سر بر می داره موضوع کم اهمیتی نیست. همه مفهوم آزادی در همین حرکت متبلور میشه. و همین هم هست که موجب میشه عتیق به خودش بیاد و دست به کاری بزنه و به یک معنا خودش رو نجات بده. Allez-y. Vous inquiétez pas donc hein, les acteurs, si jamais il y a une petite chose, on reprend et on se dit les trucs. Comme vous voulez. Quelle ironie. Avoir survécu à 20 ans de raid aérien, d'embuscades, à des engins explosifs, à tous les combats, pour se retrouver coincé entre une prison pour condamner à mort et une femme à l'agonie. Zabou Brightman, قبل از من برای کارگردانی این انیمیشن دعوت شده بود. سابو برایتمن در فرانسه فیلم‌های بلند زیادی کارگردانی کرده اما پیش از این هیچ وقت کار انیمیشن نکرده بوده. ما همدیگر رو دیدیم و بعد از اینکه زبو طرح گرافیکی منو پذیرفت شروع به همکاری کردیم. اول یه آرشیو مفصل گردآوری کردیم. تعداد زیادی فیلم مستند و گزارش دیدیم و عکس‌های زیادی تماشا کردیم. از این عکس برای سالن کلاس دانشگاه توی فیلم الهام گرفتم. عکس ها به تنهایی گویا هستن. فقط باید از روشون طراحی میکردیم. شیوه کاری ما متفاوت از شیوه سنتی تهیه انیمیشن در فرانسه بود. چون زبو میخواست که جایگاه هنرپیشه ها محکم باشه. خواستش این بود که اونا نقش ها رو در موقعیت های واقعی قصه بازی کنن و همزمان صداشون هم ضبط بشه. کاری که به صورت متداول در انیمیشن انجام میشه اینه که هنرپیشه ها جلوی میکروفون میستن و جمله هاشون رو ادا میکنن. ولی بازی نمی کنن. Cette femme n'ignorait rien de ce qu'elle faisait. L'ivresse de la fornication l'a détournée de la voie du Seigneur. تو کار ما هنرپیشه‌ها موقعیت رو بازی می‌کردن و ما با بوم صداشون رو می‌گرفتیم تا بتونیم همه این بافت صدای حرکت کردن رو هم داشته باشیم. مثلا صدای جویدن، چون وقتی صحنه غذا خوردن رو ضبط می‌کردیم، اونا واقعاً غذا می‌خوردن. اگه لازم بود اونا برقه می‌پوشیدن. چون وقتی زیر برقه حرف می‌زنی صدا تغییر می‌کنه. همه اینا واقعا جالب بود و یک محتوای اولیه بسیار دقیق و قوی برای انیماتورها درست میکرد که از حالا به بعد باید بر اساسش طراحی میکردن. انیماتورها تصویر به تصویر این انیمیشن رو کشیدن. به شیوه سنتی انیمیشن دو بعدی. من از قبل به تکنیک کار فکر نکرده بودم. تکنیک و روش کارم همزمان با پیش رفتن تحقیق خود به خود شکل گرفت. اون تضاد شدید بین سایه و نور که در عکس ها مشهوده منو علاقمند کرد که از یه قلم جوهری استفاده کنم. قلمی که روی سفیدی کاغذ میشینه.
سفیدی کاغذ سفیدی نور کابله و حالا رنگا میتونن کم کم بیان واردش بشن، ظاهر و یا ناپدید شن. همه اینا برای من یک امکان فوق‌العاده بود تا بتونم به یه میزانسن جالب و در این حال مختص زبان انیمیشن فکر کنم. آبرنگ انتخاب مناسبی بود، چون آبرنگ یه سری لکه رنگ ایجاد میکنه که چیزهایی رو به ذهن متبادر میکنه بدون اینکه لازم بشه همه چیز رو نشون بدیم. یعنی میشه باهاش جزئیاتی از واقعیت رو نشون داد و به همون هم اکتفا کرد. آبرنگ سادگی به کار میده، یه جور شسته رفتگی. این امکان رو میده که تماشاگر تخیل خودش رو دخیل ماجرا بکنه. Bon alors j'ai soif. Tiens attends, je te dis. امید و نیروی مبارزه و مقاومتی که در آدمای این فیلم هست از هر چیزی قوی تره. مسلماً بودی تراژیک در داستان وجود داره، ولی یه چیز دیگه هم درش هست. این آدم ها الهام بخش هم میشن و راه های جلوی پای هم باز میکنن که موجب میشه در نهایت حس مثبتی از این داستان بر جا بمونه. Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?